سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان و همراهان عزیزم امیدوارم هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید من مهدی شریعتی هستم و از ونکوور کانادا با صحبت صحبت میکنم ببخشید اگر صدام یک کمی گرفته یه سرمخوردگی کوچولو دارم امیدوارم که همتون سالم و سلامت باشید خدمت شما هر شود که در ادامه صحبت روزهای قبل که در رابطه با موضوع خرید اتومبیل صحبت کرده بودم خوشبختانه بازخوردهای بسیار خوبی از دوستانی که به تازگی مهاجرت کردن و حتی از دوستانی که از قدیم و در کانادا زندگی می‌کردند گرفتم و به همین ترتیب تشویق شدم که موضوعات بیشتری رو در این حوزه با توجه به تجربیاتم در اختیار دوستان قرار بدم امیدوارم به درد کسی بخوره و بتونه به شما کمک بکنه که پول کمتری در این زمینه هزینه بکنید برای اون دسته از عزیزانی که برای اولین بار ویدیوهای منو میبینن خدمتشون عرض میکنم که من حدود پنج سال پیش به اتفاق خانواده و برای ادامه تحصیل بچه هامون از ایران به کانادا مهاجرت کردیم چهار سال و نیم اول رو در تورنتو بودم و هفت ماه پیش مجددا مهاجرتی داشتم به شهر ونکوور در تورنتو شغلم رو عوض کردم و حدود چهار سال به عنوان مدیر فروش در یک نمایشگاه اتومبیل کار می کردم و در ونکوور هم نمایشگاه اتومبیل خودم رو راه اندازی کردم البته از یک سال و نیم پیش در حوزه بازاریابی در شبکه های اجتماعی و سوشیال مدیا هم دارم مطالعه میکنم درس میخونم و هم همزمان کارم رو شروع کردم که حالا موضوع صحبت امروز هم بیشتر در رابطه با شغل اولمه خب قطعا کسی که در کانادا میخواد تو این حوزه فعالیت بکنه باید مدارک خاصی رو بگیره و درسای خاصی رو بخونه و بنابراین با قوانین کانادا در این حوزه به روز باید آشنایی داشته باشه بنابراین مطالبی که دارم خدمتتون ارز میکنم مطالبی است که به روز هست امروز میخوام در مورد موضوع لیز کردن اتومبیل براتون صحبت بکنم لیز کردن اتومبیل یعنی چی و خب برای دوستانی که به تازگی از ایران میان این یک موضوع جدیدیه که ما در ایران و حتی در افغانستان نداشتیم حالا فارسی های عزیز موضوع لیز کردن اتومبیل به این معنیه که شما برای مدت مشخصی یک اتومبیل رو از کمپانی اجاره می کنید. در حقیقت شما مالک اون اتومبیل نیستید و ماهیانه مبلغی رو پرداخت می کنید. خب هم مزایایی داره این کار و هم معایبی داره که ما امروز به موضوعاتی می که در رابطه با افرادی که تازه کانادا اومدن و چرا به درد این افراد نمیخوره میخوایم صحبت اه خب اه لیز میتونه هم لیز اتومبیل نو باشه و هم لیز اتومبیل دست دوم باشه ولی روی صحبتمون امروز در رابطه با لیز اتومبیل نو هست چون دوستانی که به تازگی از ایران میان خیلی علاقمندن که ماشین 0 کیلومتر و نو بخرند در رابطه با موضوع فایننس و خرید اتومبیل نو در لایو قبلی صحبت کردم و معایبش رو گفتم و به شدت توصیه کردم که دوستان در سالهای اول اصلا سراغی همچین کاری رو نرن اگر دوست داشتید میتونید به ویدیوی قبلی مراجعه بکنید و گوش بکنید که اطلاعات خوبی تو اون زمینه عرض کردم خدمتون و اما در مورد موضوع لیز یا اجاره کردن اتومبیل اونم اتومبیل نو باید عرض بکنم که از مزایای این کار اینه که خب قطعا شما یک ماشین 0 کیلومتر سوار میشید، ماشین نو سوار میشید و ماشین نو قطعا آپشن های جدیدی رو داره، آخرین تکنولوژی ها توش به کار رفته و همچنین احتمال اینکه خراب بشه یا سرویسی رو در طول یکی دو سال آینده نیاز داشته باشه خب خیلی کمه و فقط شاید روغن عوض کردن و فیلتر عوض کردن یا لنت عوض کردن بخواد این از مزایای اصلی این کار هست و از طرف یکی دیگر از مزایای اصلی این کار اینه که نسبت به فاینانسینگ پرداخت ماهانه شما کمتره علتش چیه؟ علتش اینه که شما برای مدت مشخصی این ماشین رو میرید اجاره میکنید مثلا قرارداد دو ساله میبندید سه ساله میبندید یا چهار ساله میبندید و بر مبنای اون اعداد و ارقام متفاوتی رو به شما میدن میگن اگر دو ساله میخوای مثلا ماهی انقدر باید پرداخت کنی اگر سه ساله میخوای ماهی انقدر میشه و اگر چهار ساله میخوای ماهی انقدر که خب قطعا برای مدت طولانی تر عددا هی کمتر و کمتر میشه یعنی فاصله ها کمتر میشه بنابراین خیلی از افراد وقتی میرن یه ماشینی رو انتخاب میکنن برای لیز کردن چون مدت دو سال پیمنت ماهانشون یا پرداخت ماهانشون عدد بزرگی به نظر میاد هی میخوان اینو کچیک ترش کنن هی مدت قرارداد رو طولانی تر میکنن در حقیقت محاسباتی که کمپانی انجام داده بر اساس شرایط اقتصادی روز دنیا انجام شده و پیش بینی هایی که در طول دو سال، سه سال و چهار سال آینده از وضعیت اقتصادی دنیا کارشناسان ای اقتصادیشون داشتن بر اون مبنا محاسبه شده و میدونن این اتومبیل مثلا بعد از دو سال کار کردن قیمتش برای فروش به عنوان اتومبیل دست دوم چقدر خواهد شد بعد از سه سال چقدر خواهد شد بعد از چهار سال چقدر خواهد شد بنابراین این افت قیمت رو در طول این مدت محاسبه میکنن و از شما میگیرن به اضافه سودی که نیاز دارن از این قرارداد از شما بگیرن به اضافه تکسی که خب در استانهای مختلف متفاوته مثلا در استان بریتیش کلمبیا 12 درصد در استان اونتاریو 13 درصد این مالیات ها محاسبه میشه و یه سری هم هزینه های هندلینگ فی داره و از طرفی از شما تعهداتی گرفته میشه که به طور مثال شما سالانه 15 هزار کیلومتر حق دارید با این ماشین رانندگی کنید یا سالانه حداکثر اکثر 20 هزار دلار حق دارید که رانندگی بکنید و اگر بیشتر از اون برید از اون تعهدی که در قراردادتون هست باید خسارت پرداخت کنید یا اینکه ممکنه در طول این مدتی که خدمت این ماشین دست شما هست تصادفی پیش بیاد خط و خشی بیفته اتفاقی روی ماشین بیفته توی ماشین مثلا صندلیاش پاره بشه یا ایرادی پیدا کنه تمام این موارد رو بند به بند ریز بریز نوشتن و شما تعهد گرفتن که اگر چنین اتفاقی بیفته شما خسارت‌های مربوط به تعمیر اون موارد رو هم پرداخت بکنید که حالا در بعضی از موارد به شما میگن بیا اینا رو بیمه کن گارانتی کن که اگر چنین اتفاقاتی افتاد شما نخوای آخر سر پول از جیبت بدی که خب روی پیمنت ماهیانتون یه عددی اضافه میشه و در حقیقت اون اتفاقاتی که شاید بیفته شاید نیفته رو جلو جلو از شما پولش رو خورد خورد میگیرن علت این که خیلی از دوستان تازه وارد به کانادا جذب موضوع لیز خود رو میشن پرداخت ماهیانه کمترش هست و از طرفی ماشین نو سوار شدنه ولی خب باید بدونید که این ماشین ماشین شما نیست شما صاحب اون ماشین نیستید پولی که دارید ماهانه پرداخت میکنید کلا از جیبتون داره میره و هیچ چیزیش بر نمیگرده و از طرفی یه سری تعهداتی دارید از جمله میزان کیلومتری که در طول سال میتونید برید خدم... خساراتی ممکنه بر ماشین وارد بشه و اینکه باید آخر سر این رو برگردونید مهمترین نکته ای که در قراردادهای لیز وجود داره اینه که شما مثلا اگر یه قرارداد چهار ساله داری نمیتونی بعد از سال اول یا سال دوم بری اینو کنسل بکنید یعنی یه تعهد چهار ساله برای خودت به وجود آوردی تنها در صورتی میتونی این قرارداد رو کنسل کنی که خسارت ناشی از اون قرارداد رو که توش لحاظ شده رو پرداخت بکنی که این خسارت ها خودش گاهی اوقات بستگی به نوع ماشین داره به اندازه هزینه خرید یک ماشین دست دومه و, و خب به این ترتیب شما خودت رو به علت اینکه که میخواستی ماشین نو سوارشی توی یک دردسر قرارداد حقوقی انداختی که این قرارداد حقوقی به شدت یک طرفه و به نفع کمپانی هست که داره به شما ماشین رو میده اما چرا این سیستم وجود داره و خیلی ازش استفاده میکنه بله این سیستم سیستم بسیار مناسبیه ولی برای افراد خاص برای آدمای خاص علتش چیه علتش اینه که اون افراد سالهای سال در کانادا یک شرکت داشتن یک بیزینسی داشتن بیزینس اونر بودند سالیان سال این بیزینسشون کار کرده میزان درآمدش و مالیاتی که هر سال پرداخت میکنن مشخص حسابدار تمام اینا رو بررسی کرده سالیان سال داره مالیات پرداخت میکنه حالا رسیده به لولی از درآمد که میتونه بخشی از این مالیاتی که داره پرداخت میکنه رو برای خودش طی شرایط خاصی هزینه بکنه یکی از این راه های هزینه کردن لیز اتومبیله یعنی شما اگر برای بیزینست به یک ماشین خاصی نیاز داری میتونی با کمک حسابدارت و با مشاوره با حسابدارت که تکس سالانت رو حساب میکنه بری یک ماشین لیز بکنی مبلغ تا حالا قبلا گویا لیمیت نداشته محدودیت نداشته ولی اخیرا محدودیت داره حتی اکثر تا 750 دلار ماهیانه رو میتونی در هزینه های شرکتت لحاظ کنی البته توصیه میکنم حتما با یک حسابدار حرفه این بخش رو صحبت بکنید ولی به صورت کلی دارم ارز میکنم که کسانی که صاحب بیزینس هستند چند سالی کار کردن و درآمداشون به اعداد بالا رسیده مثلا سالی 80 هزار دلار 100 دلار بالای 100 هزار دلار درآمد دارن اینا میتونن یه ماشین برای بیزینسشون لیز بکنن هزینه های لیزش رو حد اکثر حالا تا عدد 750 یا کمتر نمیدونم تا اون عدد جزء هزینه های شرکتشون محاسبه کنن هزینه بنزینشون رو میتونن محاسبه کنن هزینه بیمه ماشینشون رو میتونن محاسبه کنن و به این ترتیب این گونه افراد به جای اینکه برن یه ماشین بخرن و پولشون رو درگیر یک ماشین بکنن که هی داره سال, سال به سال ارزشش افت میکنه میان میرن یک ماشین صفر رو برای مدت دو سال سه سال یا چهار سال لیز میکنن و هزینه های لیز رو در هزینه های شرکتشون محاسبه میکنن و در حقیقت این ماشین براشون مفت یا خیلی ارزون میفته نسبت به خرید ماشین و از طرفی یه ماشین صفر هم سوارم بنابراین لیز اتومبیل برای هر نوع آدمی کار مناسبی نیست کار اشتباهیه برای بعضی از افراد مخصوصا دوستانی که به تازگی از ایران اومدن هنوز شغل مناسبی اینجا ندارن هنوز صاحب بیزینس اصلی خودشون نیستن هنوز به درامت هایی که اینجا پیدا خواهند کرد مسلط نیستن محاسبه نشده هنوز و اینجور افراد از همون سال اول خودشون رو درگیر یک تعهد پرداخت ماهیانه می کنند که در کنارش دهها ها تعهد دیگه برای اینکه ماشین مردم رو درست نگه دارم خط نیفته خش نیفته تصادف نکنه توش صندلیاش پاره نشه کثیف نشه و هزار دردسر دیگه خودشون تو توی همچین تعهدی قرار میدن عرض کردم که در ویدیوهای قبلی عرض کردم بهترین راه برای دوستانی که به تازگی وارد کانادا شدن اینه که یک ماشین دست و وم با قیمت معقول و با از نمایشگاهی که تعهدات خوبی رو قبول میکنه در رابطه با اون ماشین دست و وم از اونجا خریداری بکنن و بر اساس اون بودجه که دارن نیازشون رو فعلا برطرف بکنن این ماشین چون ماشین خودتون هست حالا اگر نیاز شد یه موقع زیاد درایو بکنید مثلا بعضی از دوستان هستن برای کمک هزینه زندگی مجبورن بعد از دلیوری غذا مثلا انجام بدن یا میرن تو کار اوبر و مسافر جابجا میکنن خب اینا کیلومتر بسیار زیادی رو حرکت میکنن اگر ماشین لیز باشه و از اون حدی که جزو تعهداتشون بود بیشتر برن خب باید در آخر قرارداد یک خسارت سنگینی رو بابت کیلومترهای اضافه پرداخت بکنن ولی وقتی شما یه ماشین یوست مال خودت باشه و این کار رو انجام بدی خب درسته که ممکنه قیمت ماشینت افت بکنه که قطعا میکنه ولی در نهایت یه پولی از اون پول اولیهی که پرداخت کردی و ماشین رو خریدی هنوز برات باقی میمونه و بعد انشالله وقتی رسیدی به مرحلهی که درامد درآمد مناسبی بود و به سالی مثلا 100 هزار دلار 100 خورده دلار رسیدی با بیزینس شخصی خوده اون موقع میری ماشینت رو به عنوان داون پیمنت پیش پرداخت میدی که یه مقدارم روی اون پولی که محاسبه میکنن تکستون به نفعتون سیو میشه و میرید یه ماشینی رو لیز میکنید و هزینه رو همونطوری که عرض کردم میزنید به هزینه شرکتتون و خب اینطوری جبران میشه در نهایت جنبندی میخوام بکنم عرایز امروز هم رو امرو و اینکه لیز اتومبیل یکی از آپشن هایی که در آمریکا، کانادا و خارج از ایران، اروپا وجود داره ولی مناسب برای همه افراد نیست برای کسانی که تازه وارد هستند و تازه وارد این کشورها شدن و مهاجرت کردن توصیه نمی کنم. و ولی کسانی که صاحب بیزینس هستن چندین ساله دارن اینجا زندگی می کنن. یکی از بهترین روش ها برای اینه که تکس کمتری به دولت پرداخت بکنن و از پولی که خودشون در میارن بهتر استفاده بکنن و لذتش رو ببرن امیدوارم از این ویدیوی امروز استفاده کرده باشید لذت ببرید خیلی خوشحال میشم اگر بتونید این ویدیو رو با دوستانی که به تازگی وارد کانادا شدن به اشتراک بگذارید قطعا دانستن این اطلاعات به نفع این افراد هست و کمکی میشه که پول کمتری رو از دست بدن و مدت بیشتری بتونن در کانادا در این روزهای بسیار گرون و با این اقتصاد بسیار دربداغونه روز دنیا و مخصوصا حالا کانادا بتونن مدت بیشتری رو با پول خودشون که به سختی از ایران آوردن زندگی بکنن قطعا به دردشون خواهد خورد اگر سوالی نکته ای رو دارید در زیر همین ویدیو میتونید برای من کامنت بذارید یا با واتسپ مثبت یک 778 840 5671 با من در تماس باشید کمکی از دستم بر بیاد حتما در خدمتتون خواهم بود خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو امروز به من اختصاص دادید خدا نگهدار